سربازان به شهر می آیند. ارتش فرانسه گفته 10,000 سرباز این کشور برای محافظت از مناطق حساس از جمله مدارس یهودیان بسیج خواهند شد. 5,000 نفر از نیروهای پلیس هم در هفته های پیش رو محافظت از پایتخت و شهرهای دیگر فرانسه را به عهده خواهند داشت. بعد از شوک بزرگ حملات هفته پیش پاریس، حالا دولت فرانسوا اولاند مصمم است جلوی تکرار چنین فاجعه‌ای را بگیرد. امروز صبح اینجا در کاخ الیزه کابینه فرانسه جلسه فوق‌العاده برای بررسی وضعیت امنیت ملی تشکیل داد. اعزام نیروها از امروز صبح شروع شده و ادامه خواهد داشت. واکنش مناسب و حرفه‌ای بودن نیروهای ما باعث می شود بتوانیم امنیت کشور در مناطق حساس را بالا ببریم. این اولین بار است که در کشور ما با چنین وسعتی نیرو مستقر می شود. دلیلش هم این است که تهدیدها هنوز وجود دارد. ما باید از خود دفاع کنیم. برای همین هم ارتش وارد عمل شده. دیروز فرانسه شاهد بزرگترین راهپیمایی تاریخش بود در اعتراض به حملات هفته پیش. تظاهرات 4 میلیونی دیروز فرانسه به پایان رسید و امروز آرام آرام زندگی عادی اینجا در پاریس دوباره به جریان افتاده. اما فرانسوی‌ها و به خصوص دولت این کشور میدونه که این به معنی پایان ماجرا نیست و هنوز خطر تکرار فجایع مثل آنچه که هفته پیش رخ داد به شکلی جدی وجود داره. چهارشنبه مردان مسلح به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو حمله کردند. اعتراض آنها به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در این مجله بود. آنها 12 نفر را در دفتر این مجله کشتند و بعد متواری شدند. 2 روز بعد در جریان 2 گروگانگیری 4 گروگان هم اینجا در سوپرمارکت یهودی کشته شدند. 3 مهاجم هم در درگیری با پلیس کشته شدند و 1 همدست آنها حیات بومیدیان فراری است. ظاهراً در سوریه، آنطور که مقام‌های ترکیه گفتند.